براتون رو پخش کردیم. این سخنان رو ما قبلا میگفتیم، سندش الان داره میده، سند میذاریم که نیکسون رو محمد رضا شاه تقویت میکنه از سال 1332 وقتی که اون جنبش اون شلوغ بازی دانشجو پیش میاد که میرن تظاهرات میکنن، تمام تظاهراتی که میشد اون میشه، یک کسی پشت سرش پول میده که میشه علکی نمیشه ریتون داره، اون هجده اون آذر و اینا کشته میشن یک دو سه تا بچه ها. نیکسون آدم محمد رضا شاه، نیکسون رو شاه تربیت میکنه تا رئیس جمهورش میکنه در امریکا. وقتی که رئیس جمهور میشه، خط نیکسون اینه که ایران در منطقه بشه قدرت اول و این کارو میکنه، اما خیلی زود سرنگونش میکنن چون با این تئوری، با این نظریه انگلستان مخالفه. انگلستان ایرانی ها رو سرکش میدونه. چرا؟ چون تجربه کرده سالها و قرنها. و اصلا مهمتر همین حرفای محمد رضا شاه، شما گوش کنید، از اینا خیلی زیاده تلویزیون پارس پخش میکنه، شما ندیدید نشنیدید، برید ببینید، بشنوید، یا برید روی سایت mehrtv.com. ما 2 ساعت از این مصاحبه رو براتون گذاشتیم ببینید، تا هر کی علیه محمد رضا شاه حرف میزنه شما اینکه بزنید تو گوشش با اینا. Who feel that your regime is undemocratic, how do you respond to that? Well, I respond to that by saying that your regime are not more democratic than ours, because in the name of democracy you make things that we are horrified about. There is no equality between people, there is more difference of standard of living and wealth between your people than our people. Is that so? Just look how many billionaires you have and how many poor people you have. Here, the wealth of the country, at least we are subsidizing 5 items of food, all the education is free, throughout the university we are even paying pocket money to the students. Well, let me put it to you that Mr. Callaghan doesn't work in an office like yours. How do you respond to that? Mr. Callaghan is the Prime Minister. I'm the King of Kings of a country which has 2,500 years of monarchy. But this cannot be also compared to Buckingham Palace. The price of Buckingham Palace is 100 times more than the price of this one. In the old days, you, British, and others who had influence here, you could change the prime ministers as you wished. Are you sorry for that time that you have lost? Do you want the same thing, to manipulate our internal affairs? As you know, I have been across the Gulf that you call Persian and they call Arabian. Why do you call it called Gulf? You have been to school, haven't you? Yes. What was the name that you have read during your school days? Persian Gulf. All right. چی میگه به استعمار؟ چجوری برخورد میکنه با یک خبرنگار بی بی سی یا یک خبرنگار انگلیسی که استعمارگرانه و چجوری داره با شاه ما صحبت؟ میبینید اینجا شاه چقدر رشیدانه، سرفرازانه صحبت میکنه. تا الان شما هیچ کسی پیدا نمیکنید که در برابر انگلیس چنین با دانش، با خرد، با بلوان یک اقتصاددان شاه ایران اینجور بیاد حرف بزن. خب اینا انگلیسی ها میدونن، ولی میبینه از بر عرب ها نوکر اینان، هر چی بگن میکنن، هر کار بگن، آقا پولتو بده میده، اونو بده میده. خب نیکسون که با شاه برتر از اونی که بایستی برخورد میکنه و به شاه امکان و قدرت رو میده که در منطقه ابرقدرت بشه و رو به ابرقدرت شدن جهانی بره، و اگر شاه هم میاد در وضع تمدن بزرگ رو صحبت میکنه، چون مطمئنه که یه رئیس جمهور اونجا ساخته هواشو داره. این هم سنده که با این نظریه انگلیس مخالفه. انگلیس مخالف. ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا و دوست قدیمی شاه، برای دیدن او به مکزیک میاد. نیکسون در بعد ورودش به خبرنگارها اعلام میکنه هدفش از این سفر حمایت از دوست و متحد سابقش شاه ایرانه. شروع دوستی شاه و نیکسون به بیش از 25 سال پیش برمیگرده. خرداد ماه سال 1351 نیکسون که به تازگی دومین دوره ریاست جمهوری خودش رو شروع کرده بود، به ایران سفر کرد تا برای پیشبرد سیاست خارجی جدیدش مشهور به دکترین نیکسون از شاه ایران کمک بخواد. این درخواست کمک نیکسون
همون چیزی بود که شاه سالها منتظر شنیدنش از رؤسای جمهوری آمریکا بود. بر اساس دکترین نیکسون، ایالات متحده به کشورهای همپیمانش کمک‌های لازم رو ارائه می‌کرد تا بدون نیاز به آمریکا قادر به دفاع از خودشون باشن و در مقابل منافع مشترکشون با ایالات متحده رو تأمین کنن. شاه هم که تلاش می‌کرد ایران رو به قدرت برتر نظامی منطقه تبدیل کنه، نیکسون و دکترینش رو بهترین فرصت برای تحقق اهداف خودش می‌دید. اون زمان بریتانیا که بعد از سالها تسلط بر خلیج فارس تصمیم گرفته بود منطقه رو برای همیشه ترک کنه، از خلأ قدرت بعد از خروجش به شدت نگران بود. انگلیسی‌ها تلاش‌های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس می‌دونستند و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی می‌کنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بی‌سواد می‌دونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. ارزیابی انگلیسی‌ها از شخصیت شاه، دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرد. وقتی انگلیس با نظریه مخالف و دلش می‌خواد که عربستان سعودی رو ببره بالا، باید چیکار کنه؟ باید سرمایه‌گذاری کنه، باید پروژه بنویسه، برنامه بنویسه، بتونه کارش انجام بده. خب تو این پروژه برنامه که میخواد بنویسه، به این کاری که میکنه چیه؟ باید اون پشتیبان و کوهی که پشت سر شاه امریکاست، امریکا باید نابود کنه. اونجا چیکار میکنن؟ میان این جریان واترگیت رو میسازن، خیلی صد برابر اون بدتر رئیس جمهور دیگه بعدی آمریکا داشتن، از جمله ترامپ. صد برابر اون واترگیت مشکل داشت، ولی دیدین تا آخرش وایستاد. اما واترگیت رو میافرینن، فقط یک شنود میگن شده، بر اساس همون یک شنودی که میگن شده نیکسون رو برش میداره. نیکسون که میره، زمین سقوط شاه فراهم میشه. زمین سقوط شاه رو قبلا پل اردمن در کتاب سقوط 57 کراش 79 نوشته و این رو فروخته به عربستان سعودی. پولش پروژه رو یارو بانکدار ورشکسته نوشته که تو سوئیس بوده، همین پل اردمن به عربستان سعودی فروخته، پولش گرفته. انگلستان اومده پشتش با اتحاد جماهیر شوروی تا این رو عملی کنن، شاه رو ساقط کنن. کامل این مصاحبه یک ساعته، ببینیدش. ولی در اینجا در این یک دقیقه ایشون تأکید می‌کنه که پول انقلاب ایران رو سیاوش عوسته کوچیک من در از پاریس و با آقای روبر بایر مدیر پیشین سازمان سیا گفتگو می‌کنه. اینجا تأیید می‌کنه آقای روبر بایر که پول انقلاب ایران رو عربستان سعودی داد. عربی سعودی ان کاشت ایل فه بوکو دو شوز ان دیزه که لارجان سعودیان اوز اتازونی آجوه اون رول اسه امپورتان دان شوت دو شا دیران همه اراذل و اوباش احمق هایی که یک عده مزدور در رأس مثل الان، بقیه
مقلد رفتن ریختن عنوان کمونیست، چپ، مارکسیست.